بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. عید سعید قربان بر همه عزیزان مبارک باد. چند تا نکته در این رابطه عرض میکنم. نکته اول این که اصل یکی از آداب روز عید سعید قربان قربانی کردنه که برای حجاج در منا واجبه که قربانی کنن و یا اگر کفاره گردنشون آمده در اونجا واجبه قربانی کنن. برای ما هم در فرصت‌های مختلف، موقعیت‌های مختلف ممکنه واجب بشه به نذر، به عهد، به قسم. اما نوع دیگه از این قربانی مطرح است که این قربانی مستحبه در همه ایام سال که به نحوی نوعی بیمه است. در عید فطر، فطریه نوعی صدقه و بیمه بود و در عید قربان قربانی نوعی صدقه و بیمه است برای رفع بلاها، چه در روز عید و چه در ایام دیگه. منتها در عید قربان توصیه بیشتر و ارزش و ثواب بیشتری داره، تا جایی که فرمودن اگر بدونید که چقدر ارزش و ثواب داره قرض میکنید، میرید قربانی میکنید که هم گناه ها بخشیده بشه و هم رفع بلا بشه. در نکته دیگه که در این رابطه عرض میکنم این که اعضای حیوان در یه تقسیم بندی گاو، گوسفند و شتر اگر قربانی شد، بر صورت 15 چیز ازش حرامه، یه قسمت حرامه بقیه حلال. این قسمت هایی که حرامه 15 چیزه، ولی این 15 تا خیلی هاشو به صورت طبیعی افراد نفرت دارن، ازش نمیخورن. مثل اینکه مثلا فضولات حیوانو نمیخورن، فکرش هم نمیکنن که، و یا خونی که ابتدا بیرون میره به نظرشون نمیاد استفاده کنن. ولی بعضی از قسمت‌های حیوان هست که گاهی در اثر ناآگاهی خورده میشه، مثلا دنبلان، مثل خونی که داخل بدن حیوان مونده. یعنی خونی که داخل بدن حیوان هست، ما اینو میگیم پاک هست با سه شرط، ولی خوردنش حرامه. سه جور خون داریم: خونی که ابتدا از حیوان خارج میشه نجس و حرام، و خونی که به صورتی که بر بدن حیوان باقی مانده، این خونها بعد از اینکه به اندازه کافی خون رفته پاک و حرام هست و خون بر نگشته باشه، به اندازه کافی رفته. اما یه مورد سومی هم داریم که پاک و حلال هست، که در واقع خون حساب نمیشه. اون چه که در داخل خود گوشته، داخل جگر هست، که دیگر عنوان خون نداره. یا در برنامه اعضای دیگه مثل حدقه چشم یا قدرت، مجموعه ای از اعضایی هست که در اثر غفلت گاهی خورده میشه. و نکته سومی هم عرض کنم که در مصرف قربانی فرمودن که خوبه که قربانی سه جور مصرف بشه، سه قسمت بشه. یه قسمت مربوط به استفاده خود افراد، یه قسمت بستگان یا همسایگان، یه قسمت هم نیازمندان. همسایگان، نیازمندان، یه مقدارم برای خودمون، نه همش برای خودمون. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.